دارود بر همراهان همیشگی کانال کیوسک زنان و مردان شجاع میهنم با یک بسته خبری ویژه در خدمت شما عزیزان هستیم پیام بی سابقه احمدی نژاد در بین طرفدارانش به زودی مردم ایران به آرزویشان میرسند مراسم صد ساله شدن نیروی هوایی شاهنشاهی با حضور شاهزاده رضا پهلوی پیش از مشروع این اخبار از شما هم میهنان عزیز میخواییم که اگر از فعالیت رسانه ی ما رضایت دارید حتما این ویدیو رو لایک کنید و در قسمت کامنت های این ویدیو نظرات خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما بنویسید تنها حمایت شما میتونه فعالیت رسانه ی کیوسک رو تضمین کنه در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم پیام بی سابقه احمدی نژاد در بین طرفدارانش به زودی مردم ایران به آرزویشان میرسند روز گذشته ویدیویی از محمود احمدی نژاد در رسانه های اجتماعی منتشر شد که واکنش های بسیار زیادی در بین طرفداران نظام علی خامنه داشت محمود احمدی نژاد در این ویدیو با کنایه و حالتی مرموز میگوید با اطلاعی که از شرایط کشورم دارم با شنایی که با تاریخ دارم و با توجه به شرایط امروز جهان به لطف خدا و همت ملت انشالله در آینده نزدیک آرزوهای تاریخی ملت برآورده خواهد شد. با شناختی که از ملت ایران دارد، با اطلاعی که از شرایط کشور با آشنایی که با تاریخ دارد و شرایط امروز جهان به لطف خدا با همت ملت انشالله آینده نزدیک انشالله. آرزوهای تاریخی ملت برآورده خواهد شد ایشالا. و انشالله ایران عزیز در یک جایگاه بسیار رفیعی در جهان قرار خواهد شد پس از انتشار این ویدیو حدس و گمان زنی های زیادی در ارتباط با اسارت احمدی نژاد در فضای مجازی صورت گرفته. بسیاری بر این باورند که محمود احمدی نژاد از اتفاقی در آینده نزدیک خبر دارد که عقیده او بزرگترین آرزوی ایران که در حال حاضر سقوط و مرگ علی خامنه ای است تحقق می‌یابد. ادعی نیست بر این باورند که او شروع به جنگی تمام با جناهای تندرو حکومت کرده و در این راه با حمایت طرفداران خود دست به افشاگری های مهمی در برابر جناه مقابل خواهد زد در همین رابطه یکی از نزدیکان احمدی نژاد به رسانه های داخل ایران گفته است که با توجه به استقبال طرفداران احمدی نژاد بر اساس تکلیف خدمات رسانی به جمعبندی ثبت نام و حضور در انتخابات رسیده است اما حضور او در ساعت پایانی امروز برای نام نویسی و این امر که آیا او این بار از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت خواهد شد یا خیر از موضوع بسیار مهم انتخابات پیش روی نظام است هرچند که مردم ایران در سالهای اخیر نشان دادند که در بازی اصلاح طلب و اصولگرا نمیافتند و بارها در خیابان فریاد زدند که از این دو جناه مکار حاکمیت عبور کردند اما این کشمکش های سیاسی و جنگ قدرت در لایه های بالایی حاکمیت می تواند باعث ضعف بیش از پیش نظام علی خامنه ای و مافیای قدرت شود از سوی دیگر سپاه پاسداران نیز بیکار ننشست و سعی در بالا بردن انتخاب خود به عنوان رئیس دولت بعدی می باشد. شتاب زدگی و تلاش روزافزون جمهوری اسلامی برای هموار کردن مسیر انتخابات ریاست جمهوری آینده نشان می دهد که سپاه پاسداران قصد دارد روند کودتاهایی را رو ادامه دهد که با هدف تسلط بر تمامی نهادهای دولتی به راه انداخته بود. در انتخابات قبلی ریاست جمهوری که در سال 2021 برگزار شد، سپاه پاسداران توانست با رساندن ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری به موفقیت چشمگیری دست یابد انتخاب رئیسی به ریاست جمهوری اتفاق گذرا نبود بلکه نشان داد که سپاه پاسداران به دنبال گسترش نفوذ و سلطه جویی در کشور است بدون توجه به اینکه چه کسی جانشین علی خامنه ای خواهد شد حضور حسین امیر عبداللهیان در وزارت امور خارجه نشانه دیگری از کنترل سپاه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود. در در پی حضور امیر عبداللهیان در وزارت امور خارجه این وزارت روابط گسترده و تنگ و تنگی با سپاه پاسداران پیدا کرده به ویژه اینکه وزیر فقید امور خارجه یکی از اعضای برجسته مکتب سپاه پاسداران بود مکتبی که به دنبال تبدیل کردن جمهوری اسلامی به یک نظام بسته تحت فرماندهی سپاه پاسداران است در واقع سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به رژیمی بدل کرده است که جاه طلبی مانند جاه طلبی کره شما که با تکه بر تهدید سلاح هستهای جهان و کشورهای همسایه را به چالش میکشد سپاه پاسداران به تلاشهایش برای انحصار قدرت در ایران و کشورهایی که در محور سیاست های رژیم جمهوری اسلامی میچرخند به ویژه عراق که نیروهای هشت و شبی نقش سپاه را در آنجا ایفا کنند ادامه خواهد داد. بنابراین از امروز تا فرارسیدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سپاه پاسداران برای ایجاد واقعیتی از پیش محقق شده در ایران و در خارج از مرزهای این کشور در عراق، سوریه و شمال یمن تلاش بسیاری خواهد کرد. به سراحت می توان گفت رئیسی هرگز یک شخصیت مهم و برازنده در میان رهبران جمهوری اسلامی نبود و کارنامه کاریش بیانگر خشونت، تندروی روی و نادانی او در اقتصاد است اما هدف از انتخاب او به ریاست جمهوری تلاش برای نشان دادن میزان قدرت سپاه پاسداران در داخل و در خارج از کشور بود رئیسی به این دلیل به قدرت رسید تا سپاه پاسداران ابعاد گسترده قدرتش را برای همه طرفهای دخیل در امور ایران از جمله کشورهای همسایه جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده نشان دهد برای درک بهتر این موضوع بهتر است شرایط انتخاب رئیسی در سال 2021 را مورد بررسی قرار داد در آن زمان سپاه پاسداران از قوه قضایی و نهادهای زیسلاح برای حذف تمامی رقبای مهم رئیسی به ویژه لاریجانی که از همه نامزدها شایستگی بیشتری برای سمت ریاست جمهوری داشت استفاده کرده این در حالی است که علی لاریجانی از یک خانواده معروف و وفادار به جمهوری اسلامی بود و مدتی طولانی ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت بنابراین اگر مشکلی بر سر راه لاریجانی ایجاد نمیشد می توانست در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود اکنون که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 8 تیر ماه مدتی باقی مانده است سپاه پاسداران در تلاش برای یافتن رئیسی دیگر برای ریاست جمهوری و امیر عبداللهیان دیگری برای وزارت امور خارجه است علاوه بر آن سپاه پاسداران به دنبال گسترش نفوذ در عراق است و سعی دارد این کشور را در همه ابعاد در کنترل خود داشته باشد زیرا عراق بزرگترین جایزه است که ایالات متحده در سال 2003 آن را سخاوتمندانه به رژیم ایران سپرده است در واقع گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی در روزهای باقی مانده تا انتخابات و مرحله پس و انتخابات روشن تر به نظر می رسد. بنابراین ممکن است جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک به دنبال تشدید تنش در منطقه باشد تا وانبود بود کند که مرگ رئیسی هیچ تأثیری بر سیاستهایش نداشته است. جمهوری اسلامی می خواهد ثابت کند که هدف مهمان تثبیت سلطه سپاه پاسداران و هموار کردن راه برای معامله با آمریکا شیطان بزرگ است به رغم اهمیت موارد یاد شده سرانجام باید به این پرسش پاسخ داد که در سانحه سقوط هلیکوپتر حامل رئیسی در 19 می که به کشته شدن او حسین امیر عبداللهیان و همراهانش منجر شد چه کسی دست داشت پرسش مهم دیگری این است که آیا سپاه پاسداران واقعا نیروی منسجم است و میداند در مرحله پسا چه هدفی را دنبال خواهد کرد باید خاطر نشان کرد که در آینده نزدیک بروز کشمکش و اختلاف در داخل نظام بسیار محتمل و حتمی است با این حال تحولات ایران قابل پیش بینی نیست به ویژه که رژیم جمهوری اسلامی که از زمان تاسیس تا کنون بارها با شکست مواجه شده است همواره برای فرار از چالش های داخلی به سیاست صدور بحران به خارج از کشور و ایجاد گروه های شبه نظامی فرقه ای در منطقه متوسل می شود. مراسم 100 ساله شدن نیروی هوایی شاهنشاهی با حضور شاهزاده رضا پهلوی مراسم صدمین سالگرد تأسیس نیروی هوایی شاهنشاهی ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی در کالیفرنیا برگزار شد شاهزاده رضا پهلوی ضمن سخنرانی در این مراسم از افسران پیشین نیروی هوایی ایران قدردانی کرد او در این مراسم نیروی هوایی شاهنشاهی ایران را با در اختیار داشتن انواع جنگنده ها یکی از مدل ترین و آموزش دیده ترین نیروهای هوایی جهان در زمان خود توصیف کرده شاهزاده رضا پهلوی گفت این نیرو در اوج جنگ سرد نه تنها با ایجاد بازدارندگی از آسمان و خاک ایران در مقابله با هر گونه تهاجم خارجی محافظت کرد بلکه در برخی مناقشات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای عاملی برای ایجاد صلح و ثبات بود. او یادآوری کرد ایران در دهه 1970 قرارداد خرید 300 فروند جت اف 16 را به عنوان اولین مشتری این جنگنده با آمریکا امضا کرد اما روح الله خمینی و حامیانش از همان سال 1357 خواهان لغو این قرارداد شدند همان جنگنده ها بعدا در اختیار اسرائیل قرار گرفت به گفته شاهزاده رضا پهلوی خیانت بزرگتری که پس از انقلاب 57 رخ داد اعدام خلبانان و افسران نیروی هوایی ایران با همکاری مارکسیست ها بود اشاره او به عملیات نقاب در تیر 1359 هست که جمهوری اسلامی آن را کودتای نوژه میخواند و قرار بود در آن به مراکز استراتژیک و خانه خمینی حمله شود که پیش از اجرا لو رفت و اعضایش دستگیر و اعدام شدند در شماری از منابع آمده است که حزب توده ایران جزئیات این عملیات را برای جمهوری اسلامی افشا کردند نیروی هوایی ایران روز 11 خرداد 1303 رسما آغاز به کار کرده سال 1353 و در پنجاهمین سالگرد این اتفاق محمد رضا شاه 11 خرداد را به عنوان روز نیروی هوایی نامگذاری کرده پس از انقلاب 57 روز نیروی هوایی از 11 خرداد به نوزده بهمن تغییر یافت این روز در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی با عنوان روز بیعت هما فران با روح الله خمینی شناخته می شود مراسم صدومین سالگرد تشکیل نیروی هوایی در روز یازده خرداد به همت جوامع یهودیان لس آنجلس و شبکه اقدام مدنی ایرانی آمریکایی موسوم به پاکان در کتابخانه نیکسون در شهر یوربالیندا در کالیفرنیا برگزار شد. یاران و همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری تحلیلی از کانال کیوسک رسیدیم. فراموش نکنید تیم خبری ما با تلاش 24 ساعته سعی در تهیه بهترین و بروزترین برنامه های خبری برای شما دوستان عزیز رو داره. روز و روزگار بر همگی خوش پایند ایران.